سلام رفقا، دمتون گرم که این ویدیو رو تماشا میکنید. ویدیو این هفته در مورد این لپتاپ گیمینگیه که قرار بود تیف و منسش رو واسهتون بذارم که ببینید چجوریه. توی دو تا ویدیو قبلی که لینک شده این باراست آنباکسش کردم، بعد واسه هم کامنت گذاشته بودید که پرفورمنسش توی گیم چجوریه. گفتم یه دونه ویدیو بسازم که با هم ببینیم که پرفورمنسش چجوریه. کال آف دیوتی وارزون. من مسعود هستم و این چنل بی پروه و این یکی دیگه از ویدیوهای چنل من. خیلی ممنونم که چنل من رو سابسکرایب میکنید و خیلی ممنونم که ویدیو هم انقدر واسهتون ارزش داره که بابتش کامنت میذارید. بعد خلاصه این که دمتون گرم که من این کار رو انجام میدید، چون بابت هر یه دونه سابسکرایبری که شما میذارید من کلی خوشحال میشم و کلی انرژی میگیرم. اینو واقعا و از صمیم قلبم میگم. بعد اینکه بچه این ویدیو رو گفتم، من آنباکس این لپتاپ رو قبلا ساختم، میتونید اون ویدیو رو هم نگاه بکنید. فقط الان میریم سراغ پرفورمنسش. لطفا با نحوه بازی کردن من خیلی کار نشوشید. من رو کیبورد اصلا تسلط ندارم، نوب نوب هم. معمولا حالا بازی هم که کردم با کنترل و با کنترلر بوده، بخاطر همین خیلی عادت ندارم. ولی فقط بریم پرفورمنس بازی رو ببینیم که چه جوریه. الان منتظرم که برم تو لابی هم که برم داخل بازی. پینگم هم 20 میلی سکند قطعا قراره که اسکول وارانه وسط من خود بام و یه نفر از دور ببینم و هدشاتم بکنه. ولی خلاصه فقط میخوایم پرفورمنس بازی رو ببینیم روی کال آف دیوتی وارزون. امیدوارم OBS هم خوب کپچر بکنه، کوالیتی بازی خوب باشه و مسائلی از این قبیل. تلفن هم بزنم، منتظر بمونم. Grab some target practice while you can. We're deploying soon. Enemy dropping into the AO. لگ نداره. حداقل چیزی که من میبینم لگ نداره. خیلی خوبه. حداقل چیزی که من میبینم با توجه به اینکه یه لپتاپ گیمینگ اقتصادیه ولی فکر میکنم خوبه. Battle Royale. Be advised, gas is closing in. Proceed to the safe zone. خب. نصف سیف زون هم افتاده توی دریا. در قفل شیت. قطع به یقین الان هست که بمیرم.
شیت. پینگم بالاست قطع به یقین اون من رو سریع تر میبینه و میزنه، به همین بهتره که مرسی. یعنی اصلا یه جایی خوردم که اصلا انتظارش رو نداشتم. حرارتش حس میکنم که یه کوچولو، حالا نگم داغ کرده، اصلا به خاطر که جنس بدنش پلاستیکه، خب اونجوری حرارت رو به کف دست من انتقال نمیده، ولی حتما نیاز به یه کولپد هست که خب به هر حال شما از هر لپتاپ گیمینگی هم استفاده بکنید باید این کولپد گیمینگ رو استفاده بکنید، به هر حال ناگزیرید که استفاده بکنید. خوبم است، به هر حال عمر لپتاپتون زیاد میشه، استهلاک لپتاپتون کم میشه اگر به هر حال لپتاپ گیمر باشید، دنبال این باشید که همه چیز رو با یه دونه لپتاپ جمع بکنید، خلاصه واقعا لازمتون میشه. یه دسته دیگه هم میریم، یه خورده هم پینگم اومده پایین تر، امیدوارم که پرفورمنسش همینجوری بمونه، چون قبلا تجربه داشتم که با لپتاپ هرچی که داغ‌تر می‌شده پرفورمنس پایین‌تر می‌اومده. همونطور که می‌بینید تو بازی هم اکثر پلیرها با کنسول هم، یعنی با PS هم، با ایکس باکس هم، مثل منم حالا PC گیمر هم خیلی کمه به نسبت. اگر راهنمایی میخواید بچه ها، این بازی با لانچر بتل نت یا همون بلیزارد سابق داره لانچ میشه. حجم بازیش هم حدود 80 گیگ، بیش از 80 گیگ فکر کنم، حدود 84 گیگ میتونید دانلود کنید و بازی کنید و حالش رو ببرید. مرسی، منتظر بود که برسم پایین رو بزنم، خیلی جالب بود. مرسی. You're done warming up. Stand by for deployment to the war zone. تو دمو لگ نداریم؟ من مطمئنم که اگر لپتاپ ضعیف باشه لگ خودش رو توی دمو نشون میده. شاید خیلی هم تو میگید که به فیلمه، نه خیلی وقتا من تجربه کردم که توی دمو سخت افزار ضعف خودش رو نشون میده.
primary objective is to kill them all. مرسی. تو در و دیوارم. شاتگان. نمیدونم چرا به دردم بخوره ولی یه تفنگ خوبم اینجاست. از روبه رو صده تیر دارم نمیدونم کی رو کی بسته ولی UAV overhead. Gas is closing in. مرسی، اصلا ندیدمش. Not this time. خب بچه این شما و این آیدیا بد گیمینگ تری خیلی کامنت در مورد بازی من بذارید نذارید یعنی من خیلی رو کیبورد تسلط ندارم و خب کالاف بارزون پی سی رو هم بار اول دارم تجربه میکنم به خاطر همین در نظر بگیرید که این ویدیو صرفا برای این بود که پرفورمنس این لپتاپ ببینیم که من فکر میکنم که با توجه به قیمت 20 میلیون تومانیش یه گزینه فوق العاده عالیه یه بار دیگه چیزشو بهتون بگم فیچرهاشو بهتون بگم Core i5 به نسل 10 Nvidia GeForce 1650 8GB DDR4 128GB SSD و 1TB هارد معمولی و
LCD IPS پنل که زاویه دیدم نداره، خیلی خوبه، خیلی جوابه. و بکلایت کیبوردش هم بکلایت داره، بکلایت آبی، تایپ سی ساپورت میکنه و یه جورایی چون خب میگم فنای قدرتمندتری داره برای گیمینگ که گیمینگ رو ساپورت بکنه. خلاصه من که خیلی باهاش حال کردم و یه جورایی از این خرید راضیم. هر اون چی که باید میگفتم و گفتم. دمتون گرم که ویدیو رو تماشا کردید. لطفاً من رو حمایت بکنید، ویدیو من رو لایک بکنید، کامنت بذارید. اگر چنل من رو تا الان سابسکرایب نکردید سابسکرایب بکنید و تا ویدیو بعدی بدرود.